گفتم ایران مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در این رابطه و در این میان فعالان عرب در عربستان ایران زندانی، شکنجه و اعدام می‌شوند و ستم بر ملیت‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. برای بحث در خصوص حقوق ملیت‌ها علل خصوص ملیت عرب در عربستان ایران امشب در خدمت میهمانان گرامی برنامه جناب آقای حامد کنانی روزنامه‌نگار و دبیر مرکز پژوهش عربستان ایران و جناب آقای ناصر ابیات فعال حقوق بشری اهوازی خواهیم بود. ابتدا درود بر جناب عالی جناب آقای کنانی. درود بر شما قربان. جناب آقای کنانی، نمیدونم آقای ابیات رو خط تلفن هستن یا خیر. دوستان کنترل، نمیدونم آقای ابیات رو خط تلفن هستن یا خیر. بله، درود بر جناب عالی جناب آقای ناصر ابیات فعال حقوق بشری اهواز. الو، با عرض سلام خدمت شما. بله، خدمت شما برادر گرامی و تمام پرسنل زحمتکش کانال تیشک، من در خدمت شما هستم. بله، خیلی متشکرم. جناب آقای ابیات، ابتدا از جناب عالی شروع خواهیم کرد. جناب عالی مدتی پیش یک نمایشگاه برگزار کردین در شهر اسلو سوئد، گزارش‌های مصوری از نقض حقوق بشر در ایران. هدف جناب عالی از برگزاری این نمایشگاه در واقع چه بود و چه موضوعاتی را در خود جای میداد نمایشگاهی که جناب عالی برگزار کردین؟ بله، همچنین که جناب عالی فرمودین، من 19 ماه پیش نمایشگاهی داشتم، تقریبا نمایشگاه چهارم من بود که در مجال حقوق بشر برای قومیت‌های غیر فارس در ایران بود و محور اصلی به انتهاک و رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی در برابر واکنش‌های ملت‌های غیر فارس در ایران بود. بله. همونطور که شما در جریان هستید، این نمایشگاه به مدت یک روز ادامه داشت و توانستیم از طریق این نمایشگاه بسیاری از مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ملت‌های غیر فارس از جمله کرد، پرد، عرب، بلوچ و تمام ادیان همچنین به نمایش بگذاریم. این نمایشگاه که صورت گرفته بود از طریق بعضی از روزنامه‌های سوئدی، محلی سوئدی به چاپ رسید و مورد توجه بسیاری از فعالان حقوق بشری موجود در شهر اوسره در شمال سوئد قرار گرفت. بله، هدف جناب عالی جناب آقای ابیات از برگزاری این نمایشگاه در واقع چه بود و چه موضوعاتی را در خود جای داده بود نمایشگاه جناب عالی؟ بله، هدف اصلی این نمایشگاه این بود که مردم کشور سوئد از رفتارهایی که رژیم با فعالان حقوقی، سیاسی و اجتماعی در ایران صورت میگیره به نمایش گذاشته شد. میخواستم از طریق این نمایشگاه به مردم سوئد و کل مردم جهان برسونم که فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و اجتماعی در چه شرایط سختی هستند و با چه حکم‌های ناعادلانه برخورد می‌کنند. جناب عالی، به عنوان یک فعال حقوق بشری و با توجه به اینکه آشنایی دارین با عربستان ایران، فکر می‌کنین مردم عرب در عربستان ایران و مردم ملیت‌های دیگر تحت ستم در ایران خواهان چه حق و حقوقی هستند در واقع از جمهوری اسلامی؟ بله، من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، اول خدمت همکار گرامیم آقای حامد کنانی سلام عرض می کنم. بعدا خواستم بگم که واقعا
کلام زیبایی فرمودن آقای کنانی. متاسفانه به فرض این تجربه شخصی من هست که وقتی چهارمین نمایشگاه را تو این شهر برگزار می کنم، متاسفانه برادران فارس زبان ما اینجا هستند، هیچ گونه علاقه به یا حتی بازدید هم نمی کنم برادر گرامی. نمیدونم واقعا گرایش های سیاسی بر گرایش انسانی آنها غلبه کرده و کسانی که مدعی حقوق بشر در ایران اینجا هستند، واقعا شاید اینطور بهتون بگم که زورشون میاد که به عنوان یک غیر فارس اینجا بتونم در مورد مشکلات قومیت‌های غیر فارس در ایران صحبت کنم. و این واقعا ملموس است، واقعا شرمسار است، یک شرمساری است برای فعالان حقوق بشر فارس که در اینجا زندگی میکنن و ادعای دفاع از حقوق بشر. یه مثالی میخوام براتون عرض کنم که در دو ماهای اخیر تعداد 2012 تعداد 70 نفر از فعالان سیاسی به اتهام تهدید کننده امنیت داخلی بازداشت شدند، که همون خانومی که نمیخوایم اینجا اسمشون یاد ببریم که گرایش سیاسی خود را به گرایش انسانی خود غلبه کرده، بازداشت شدگان را اینطور جلوه میده که گرایش وهابیت و تسنن دارد، در صورتی که این تماما با واقعیت دور هست. اینا جوانانی بودند که اومدن تو خیابانها به صورت مسالمت آمیز و شعارهای ملی دادن، شعارهای ضد رژیم دادن و هیچ گونه شعار دینی یا مذهبی در بین شعارات اینها بود. و اینجا اپوزیسیون ایرانی خارج و یا فعالان حقوق بشر میخواهند بگویند به دنیا که ملیت‌های غیر فارس مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آره دارند، ولی مشکلات سیاسی ندارند. و این واقعا جای ننگ است برای کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند. همه میدونیم که ملیت های غیر فارس در ایران چه میخواهند و خیلی واضح است. یک کرد چه میخواهد، یک ترک چه میخواهد و یک عرب چه میخواهد در ایران؟ میخواهد که به حقوق قومی خود به صورت متساوی با یک هموطن فارس برسد. میخواهد که حقوق مدنی، فرهنگی و اجتماعی به بهانه حفظ تمامیت اراضی، حفظ امنیت ملی زیر پا گذاشته نشه. و این همه اینا مطالبی هست و حقوقی هست که به صورت مشروع در محافل بین المللی به ثبت رسیده. و ایران یکی از کشوری که زیر این گونه شعارها و توافقنامه ها امضا کرده. متاسفانه همچنین ادامه داره این چشم پوشی ها و این تحریف حقایقی که ما رنج میبریم از اینها هم در داخل و هم در خارج. بله. خب فکر میکنین دلیل این تبعیض که جمهوری اسلامی میان ملیت های مختلف در واقع قائل میشه چی هست؟ فکر میکنین دلیلش چی هست؟ این تبعیضی که جمهوری اسلامی در واقع قائل میشه برای ملیت های مختلف در ایران و حتی بخشی از اپوزیسیون، به قول جنابالی برخی از اپوزیسیون فارس در واقع به اپوزیسیون غیر فارس در واقع قائل میشه و تبعیض قائل میشه در این خصوص. دلیلش چی هست به نظر جنابالی؟ یکی از دلایلی که آقای کنانی اشاره داشتن مسئله تمامیت ارضی بود. آیا فکر میکنین تمامیت ارضی تنها بهانه است برای تبعیض؟ من سؤال شما رو خوب نشنیدم، ولی سعی میکنم که پاسخ بدم. برادر گرامی توجه بفرمایید که حقوقان فعالان سیاسی فارس، فعالان حقوق بشری، فعالان ادبی، هر گونه فعال فارس خوشش نمیاد. به این واضح شد برای ما که با
این گونه آدم ها احتکاک داریم، نشست داریم و برخورد داریم. اینا فکر میکنن که ملیت های غیر فارس در ایران یک سرطانی است برای وحدت ملی و این کابوسی است که با اون زندگی میکنن، روز و شب زندگی میکنن. به این راه حل نیست، این فقط به بن‌بست رسیدن هست. راه حل اینه که باید درک کنن که ملیت های غیر فارس در ایران به عنوان اگر میخواییم با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کنیم باید هم دیگر را درک کنیم، باید واقعیت را همونطوری که هست به جهانیان برسونیم.